بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جلسه اول از این شش جلسه ای که بناست به دعوت دوستان در خدمتتون باشم برای بحث تاریخ نقادی حدیث در تشیع آغاز میکنم. از همه فضلا و دانشمندان و محققین و استادان حاضر در این جلسه مجازی که اعتماد کردن و به این مجموعه‌ای که بناست خدمتتون تقدیم می‌کنم توجه نشان خواهند داد تشکر می‌کنم. همطور که خانم سرکاهان دودرزی در مقدمه فرمودن، این مجموعه شش جلسه مجموعه است با هدفی آکادمیک در راستای معرفی شیوه های نقادی تاریخی و اینکه ما چگونه به عنوان پژوهشگر تاریخ اندیشه میتونیم با اسناد، مدارک و منابع تاریخی برخورد کنیم. خب حوزه تاریخ خیلی حوزه وسیع است، سندها هم انواع مختلفی داره، اسناد مکتوب داریم، اسناد در واقع شفاهی داریم، اسناد غیر مکتوب از نوع سندهای آرشیوی داریم که بیشتر مربوط به سندهای اداری و مکاتبات و به اصطلاح اون چیزی که در عهده مستوفیان بوده در طول تاریخ ایران و همچنین در همه جای دنیا نمونه‌هاش زیاده. ما اینجا در حقیقت اسناد منظورمون در این شش جلسه‌ای که در خدمتتون هستیم حدیثه، یعنی اون چیزی که تحت عنوان سنت حدیثی در کتاب‌های حدیثی ما هست. نقد حدیث سابقه خیلی قدیمی داره، یعنی از همون آغازی تقریبا که حدیث نبوی تدوین شده، تقریبا چند دهه بعدش به دلایل مختلفی که حالا جای بحثش نیست اینجا، مسئله نقد حدیث مطرح شد و بخش از این نقد حدیث مربوط میشد به نقد روات حدیث، اینکه راویان یک حدیث کیان، چه کسانی بودند و چگونه این حدیث رو نقل کردند. بخشی از نقد حدیث نقد متن حدیث هست که تحت عناوین مختلفی مطرح می شده، حالا چه نقد متنی، اون چیزی که در علل حدیث مطرح می کردن، یا به عنوان بررسی واژگانی حدیث که در مسائلی مثل غریب الحدیث مطرح می شده. اما خب برای سابقه قدیمی داره هرچه هست، یعنی از همون قرن اول، تقریبا از اواخر قرن اول این گونه نقدها در کتاب‌های در بیان محدثان معمول بود. در یه دوره‌هایی خب این مسئله خیلی ابتدایی بوده، به تدریج خیلی تکمیل شده و در واقع چیزی که هست این که تحول پیدا کرده و خب می‌بینیم که در مثلا قرن‌های به خصوص چهارم و بعد مجموعه‌ای از علوم وابسته به نقد حدیث رو ما در تمدن اسلامی داشتیم. کسانی مثل مثلا ابن حجر عسقلانی که بعدها اومدن، اینا ناقدان برجسته حدیث بودن.
شناخت عمیق نسبت به تمام متون حدیث، سلسله سندها، منابع حدیث، کجا حدیثی نقل شده، کجا نشده، اگر سندی هست در کجا ایرادی وجود داره، اگه کسی ادعای کرده که حدیثی از کسی شنیده، آیا واقعا شنیده یا نشنیده. حقیقتا علم نقد حدیث در تمدن اسلامی من میتونم بگم یک شاهکار عظیم بوده، یعنی چیزی که اصلا حتی امروز ما نمیتونیم تصور کنیم که تا چه اندازه نیازمند حافظه قوی و نگاه تیزبین داشته، به ویژه به خاطر اینکه خب این مدارک امروز و دسترسی ها و آنلاین بودن و آرشیو های آنلاین و دسترسی های ساده‌ای که به کتاب ها هست، استفاده از رایانه ها برای درست کردن برنامه هایی که شما میتونید متن ها رو جستجو کنید، اینا که نبوده. شما ببینید اگه کتاب هایی مثل لسان المیزان رو مثلا ابن حجر عسقلانی رو ببینید، فتح الباری رو ببینید، یا کتاب های مختلفی که در حوزه آثار مثلا دارقطنی رو ببینید در قرن چهارم، شگفت‌آوره. یعنی اینکه اینها چگونه در نقد حدیث زبردست بودن، حالا با هر کس با توجه به مذهب فکری که داشته. در حقیقت در اون چیزی که به عنوان نقد حدیث امروز مطرحه، یکی همین سنت قدیمه، سنت بسیار مهمی است و کارایی خاص خودش رو داشته. یکی هم اون چیزی است که در غرب از اواخر قرن 19 هم به خصوص نقد تاریخی متون تاریخی مطرح شد، نقد تاریخی کتاب مقدس و بعد تطبیق اون با نقد تاریخی اونچه که در حوزه تمدن اسلامی هست، و حدیثی که از مهمترین محورهای نقادی بوده از سوی نخست مستشرقین و بعد اسلام شناسان غربی. ما اونچه که در این شش جلسه میخواییم بحث کنیم این است که شیوه گذشتگان چگونه بوده و آیا این شیوه کاملا توانایی بررسی های نقادانه رو داره یا نداره، و اگر داره نقاط ضعفش کجاست، و اگر ناقصه کجاها رو میشه با چه شیوه های تکمیل کرد. اصل حرف من در این شش جلسه این هست، خلاصه اولش بگم که تحریر محل نزاع بشه، سخن من این است که در حقیقت اون چیزی که ما رو امروز میتونه به نقادی متون تاریخی به ویژه در موضوعی که فی ما نحن فی هست یعنی حدیث کمک بکنه، علاوه بر آشنایی با اون شیوه های سنتی و اینکه اون شیوه های سنتی نقد حدیث رو چه پایه هایی بوده، اینه که ما باید شناخت عمیقی از تاریخ اندیشه داشته باشیم، تاریخ فکر داشته باشیم. چرا که حدیث در حقیقت، حالا در موضوع حدیث که بحث ماست، حدیث در یک نوع دیالوگی با اندیشه روایت شده، نوشته شده، تنظیم شده، پرداخته شده، تهذیب شده، انتخاب شده، همه اینها مراحل مختلف، اینها در یک نوع در حقیقت دیالکتیکی با اندیشه و تاریخ اندیشه صورت گرفته. اینجور نبوده که فارغ از اون کانتکست تاریخی باشه. بنابراین ما اگه بخوایم یه حدیثی رو بفهمیم باید کانتکست تاریخیش رو بفهمیم، و این چیزیست که نه تنها در مطالعات آکادمیک در غرب در حوزه‌های مختلف، حالا مثلا مطالعات کتاب مقدس و در سنت‌های غیر اسلامی هم در این
150 سال بلکه بیشتر ملاحظه شده، بلکه در خود سنت خودمون هم هست. یعنی من نمونه به شما عرض میکنم، مرحوم آیت الله بروجردی که خب یک فقیه برجسته سده بیستم بود و در درون خود همین سنت در واقع میاندیشید و مینوشت و تدریس میکرد، یکی از برجستگی های ایشون این بود که در بحث‌های فقهی وقتی به احادیث میپرداخت بررسی تاریخی میکرد در مورد متن حدیث، سند حدیث و اینکه این حدیث در چه نسبتی هست با اون کانتکست تاریخی، به ویژه در نسبت با فقه اهل سنت. ایشون تعبیری داشت که میفرمودن که فقهشیه حاشیه‌ای است بر فقه اهل سنت. یعنی اینکه ما اگه بخوایم فقه شیعه رو درست بفهمیم، یعنی البته معنای اصلی این حرف این نیست، اون تا نتیجهش اینه، باید فقه اهل سنت رو هم بفهمیم و بشناسیم، چرا که فقه شیعه در واقع یه جور پاسخه، یک جور در اون کانتکست پاسخ ناظره به یه تعبیری اون چیزی که در فتاوی و اجتهادات فقهای اهل سنت بوده. اگه مثلا حدیثی از قیاس صحبت میکنه و نقد قیاس، ما باید بدونیم که مثلا این حدیث در مدینه بوده، در کوفه بوده، خطاب امام با یکی از اهل مدینه است یا با یکی از اهل کوفه است، سوالی که اون شخص راوی کرده میادم کوفی بوده یا مدنی بوده، مال کجا بوده، مثلا اگر که آیا این قیاسی که حضرت مثلا نقد میکنه آیا قیاسی است که مثلا در بین اوساط کوفیان مطرح بوده یا مثلا برخی از انواع قیاس که در خود مدینه هم بوده، یا مثلا حتی مسائل فرعی فقهی اگر درباره مثلا آب کور صحبت میشه، مثلا این یا در مورد چاه آب مثلا طهارتش صحبت میشه در یه حدیثی، این راوی مال کجا بوده، آیا در اون شرایطی که اونجا بوده نوع به اصطلاح تولید آب و جغرافی آب در واقع چگونه بوده، اگه مثلا قنات داشتن، چاه داشتن، رودخونه داشتن، سرزمین حاصلخیزی بوده نبوده، اینا رو ایشون ملاحظه میکرد و در نوشته های شاگردان ایشون تحقیقات درسی ایشون هم هست. نه خب با توجه به این مسئله باید بدونیم که در واقع کانتکست تاریخی خیلی مهمه. شناخت حدیث، نقد حدیث بدون داشتن این در حقیقت آشنایی دقیق و عمیق با کانتکست تاریخی، اون پیش زمینه تاریخی که هست، ممکن نیست. قبل از اینکه من وارد بحث تفصیلی تر بشم، فقط یه نکته رو اضافه کنم. ممکنه برخی از دوستانی که در این جلسات تشریف دارن و ما در خدمتشون هستیم، در حوزه علوم اسلامی و تاریخ اسلام کار نمی کنن، مثلا در حوزه علوم انسانیه، ولی شیوه نقد تاریخی که توی این بحثایی که در این 6 جلسه انشالله بیاری حق تعالی تقدیم خواهم کرد، حتی برای کسانی که در حوزه های دیگه علوم انسانی هم کار میکنن هم مفید خواهد بود، برای اینکه ما برای شناخت زمینه های مختلفی که در حوزه های علوم انسانی به خصوص مباحث انسانشناسی و جامعه شناسی و روانشناسی تاریخی و جامعه شناسی تاریخی و مسائل از این قبیل کار میکنیم، اگر مطالعه میکنیم، خیلی مهمه که ببینیم که چگونه با سندهای تاریخی میتونیم مواجهه کنیم و طبعا در واقع اگر کسی به خصوص در بخش تاریخیش میخواد کار بکنه، شناخت این احادیث، چون این احادیث در واقع عکس به اصطلاح بازتاب وضعیت جامعه تدوین و یا حتی پرداختن و ساختن و نوشتنش بوده. یعنی
ما فقط از حدیث استفاده فقهی نمی کنیم، استفاده اعتقادی نمی کنیم. یک کسی که کارش تاریخه از یه متن حدیث میتونه وضعیت آب و هوایی، وضعیت جغرافیایی، وضعیت سیاسی اجتماعی، وضعیت و تعاملات اجتماعی، حتی روانی مردمی که این حدیث در اون کانتکست در واقع ساخته شده، نقل شده، گفته شده، همین رو میشه تشخیص داد. و هر چقدر هم یه حدیثی کمتر پردازش شده باشه، حالا توی بحثا خواهیم گفت، بیشتر میتونه اصیل باشه از یه لحاظی که یه مورخ میخواد نگاه کنه. این توضیح رو اونجا بدم. ببینید، ما یه سری کتاب هایی داریم که به نام صحاح معروفن. البته در شیعه ما کتاب صحاح نداریم، یعنی کتاب صحیح حدیثی نداریم. هیچ کتابی در تشیع تحت عنوان کتابی که مثلا کل احادیثش صحیح تلقی نمیشه، حتی کتاب کافی. ولی در اهل سنت داریم. اینها کتابایی مثل صحیح بخاری. کتاب صحیح بخاری کتاب مهمی است از لحاظ ساختار ظاهری و اون چیزی که در اعتقاد اهل سنت هست. ولی این کتاب گزیده است، پردازش شده است از اون چیزی که بخاری تعیین کرده، که اینا رو تعیین کرده از میان مجموعه های حدیثی دیگه و به عنوان صحاح و صحیح در واقع مطرح کرده. شما اگه مقایسه کنید این مجموعه رو با کتاب‌های کهن‌تری از او که این پیش شرط رو نداشتن، یعنی مجموعه‌های در واقع خام هستن تا اندازه‌ای، مثل مثلا مصنف ابن ابی شیبه یا مصنف عبدالرزاق، اونها از لحاظ تاریخ‌دان، از لحاظ مورخ اندیشه مهمترن، برای اینکه اونها پردازش نشدن. اونها بهتر میتونن اون فضای اجتماعی که در اونها تولید شدن رو نشون بدن. گاهی اسیر ارتدوکسی ها و پاکندیشی هایی که بعداً لحاظ شده نه قرار نگرفتن، یعنی در واقع یه جورایی قبل از اون دوره ارتدوکسی هستن. خب به همین دلیل ما اگه بخوایم تاریخ اندیشه رو بنویسیم، توجه به اون احادیث خیلی مهم داره. خب بنابراین این جلسات با دیدگاه تاریخی و نقد حدیث به عنوان یک کار تاریخی. خب حالا فایده این کار غیر از اینکه در حوزه تاریخ چی هست که تا اندکی توضیح دادم، در حوزه اندیشه دینی هم مهمه. یعنی حدیث یکی از منابع اندیشه دینیه و نقد حدیث در واقع نقد مهمیه. این رو عرض کردم، از قرن اول فهمیدن که حدیث نمیتونه، هر حدیثی مقبول باشه، هر حدیث رو نمیشه قبول کرد. بنابراین حجیتش رو اومدن بحث کردن، شرایطش، شروط صحت یه حدیث، و خب صدها و بلکه هزاران کتاب نوشته شد. همین الان اگه ما خواهیم تو بازار مثلا کتاب فروشی های نمیدونم بغداد و قاهره و ریاض و مکه و مدینه و قم و نجف بگردیم، چون واقعا مجموعاً میشه چند هزار کتاب فقط در نقد حدیث پیدا کرد، چه نوشته های قدما چه نوشته های جدید. منتها نقد حدیث نه تنها برای گذشتگان مهم بوده، امروز از لحاظات مختلفی اهمیت داره، به ویژه اینکه یه بازگشتی به حدیث در میان گروه هایی و به اصطلاح طیف هایی از اهل دین در واقع در چه دو سنت شیعی و سنی دیده میشه، که اگر این بازگشت به حدیث بدون نقادی تاریخی باشه، بدون نقادی باشه، حالا همون نقادی های کهن، من کاری به نقادی های جدید ندارم، نقادی های تاریخی ندارم، خب این میتونه خیلی آسیب های مختلفی داشته باشه. یعنی باید به آسیب شناسیش هم پرداخت. یکیش هم همین استش که خب میبینیم که خیلی ها بدون توجه به مبانی صحت حدیث همجوری احادیث رو نقل میکنن، بعد مبنای عمل هم قرار میدن، مبنای دوگمه های مذهبی هم قرار میدن، و این خب خیلی میتونه نگاهی مشکل آفرین باشه. در فقه شیعه همیشه نقد حدیث مسئله مهمی بوده، یعنی
فقهای شیعه، حالا من چون در این چارچوب فقه بحث حدیث شیعه دارم بحث میکنم، عرض به خدمت شما که این رو لازم است مطرح بکنم که در چارچوب فقه شیعه نقد حدیث بسیار بسیار چیز مهمی بوده و با دقت‌های فراوانی توأم بوده. از همون زمانی که بحث حجیت خبر واحد مطرح شد، از همون قرن دوم سوم قمری در بین شیعه خبر واحد حجیت نداشته تا سید مرتضی که اصلا قائل به عدم حجیت خبر واحده، تا بعدن که شیخ طوسی نوعی از حجیت رو برای خبر واحد قائل شد، به قدری ملاک‌های سختگیرانه‌ای قرار داده او و اتباع او بعد در اصول فقه شیعه در دوره‌های متأخر در واقع نقد حدیث در چارچوب فقه مطرح شد که واقعا شگفت‌آوره. یعنی بحث‌های بسیار مهم درباره روات حدیث، درباره شرایط صحت حدیث، در بحث تعارض اخبار، خیلی مسائلی که حالا شاید به بعضی از این گوشه‌های از این طور این شش جلسه اشاره کنم. خود این نزاعی که بین اخباری ها و اصولی ها بود در به خصوص دوره صفوی، اثر یکی از ریشه هاش همین مسئله حدیث بود دیگه. یعنی اینکه آیا احادیث همش حجیت داره نداره، آیا حجیت حدیث رو چگونه میشه قبول کرد، آیا کتب اربعه احادیثش همه صحیحه، تعامل با این احادیث با چگونه باشه، اینا یکی از بحث‌های مهم و محوری نزاع‌های اخباری‌ها و اصولی‌ها بود و می‌دونیم که پیروزمندی اصولی‌ها موجب شد که در واقع اون طیفی که ناقد حدیث هستن در واقع پیروز بشن توی این نزاع. بعد خود اونها البته به تدریج یه سری از شیوه هایی که اخباری ها در نقده های خودشون پرسش هایی کرده بودن رو لحاظ کردن و همونها موجب شد که بحث های رجالی و حدیثی عمق بهتری پیدا بکنه در میان اصولی ها. خب در حقیقت نقد حدیث فقط یک لازمه تاریخی نیست، یک مثلا چیزی نیست که آدم بگه که خب من این کار انجام میدم به خاطر اینکه فقط مثلا یه مورخ هستم یا کار تاریخی میکنم. از نظر دینی هم مهمه برای اندیشه دینی و در حقیقت اون چیزی که ما توی سنت خود تشیع داریم، عرض کردم نقد حدیث یکی از پایه‌های اصلی فقاهت شیعی هست. خب با این مقدمات الان خوبه که بپردازیم به تاریخچه نقد حدیث. مقدماتی یا تیترهای اصلی رو فقط تو این جلسه مطرح بکنیم. بنای ما در این جلسات اینه که بعد از این جلسه من تکه‌هایی از رجال معروف رجال ابن غزالی رو که ناظر به نقد حدیث هست، یعنی اونایی که کمک میکنه برای نقد حدیث، این که شیوه هاشون دقیقا چگونه بوده رو با هم بخونیم. طبعا کل متن رو نمیشه خوند ولی تکه هایی که مثلا یه کلمه ایست که میتونه کمک بکنه یا به شیوه اینها رو میتونیم متشخص بریم، اون رو در خدمتتون خواهیم بود. برای تاریخ نقد حدیث چنانی که عرض کردم، اصل ماجرا از اینجا شروع شد که خب وقتی حدیث کتابت شد، تدوین شد، خیلی زود به دلایلی که خیلیش هم سیاسی بود، جعل، مقوله جعل حدیث مقوله مهمی شد، یعنی دغدغه مهمی شد برای محدثین و یکی از مسائل که به عنوان راهکار در واقع مطرح شد نقل سند حدیث بود. یعنی اینکه به هر حال اشخاص باید میگفتن که حدیث پیغمبر رو از چه طریقی شنیدن. حالا یک کسی که مثلا در دوره صحابه بود خب میگم از پیغمبر شنیدن
ولی کسی که تابعی بود باید میگفتش که من از یک از صحابه پیغمبر شنیدم و سند خودشو نقل میکرد. حالا در دوره آغازین معلوم نیست که سندها تا دوره تابعی نقل میشده یا نمیشده. بعدا البته مثلا یکی دو دوره بعدتر به خصوص در دوره اتباع تابعین به تدریج نقل سند به اصطلاح رواج بیشتری گرفت. یکی از مشکلات در دوره آغازین بود که حدیث پیغمبر رو خلیفه دوم عمر ممنوع کرد نوشتنش رو و برای مدت زیادی چندین دهه حدیث پیغمبر نوشته نمیشد. یعنی نوشته نمیشد نه اینکه اشخاص به طور شخصی تا اونجایی که میتونستن مثلا حالا اون وقت که کاغذ نبود مثلا روی همین سنگی استخوانی چیزی یا کاغذهایی از مصر میمد بس پاپیروس و این حرف ها چیزایی می نوشتن ولی بیشتر به حافظه می سپردن یعنی ناچارم بودن. اما نوشتن به طور رسمی هم ممنوع بود. یعنی نمی شد یک مجموعه حدیثی رو نوشت و از اون به عنوان یه مجموعه در واقع به اصطلاح امروزی ها رو نمایی کرد. بنابراین حدیث رو اینکه چگونه نوشته میشه خب خیلی موضوع تحقیقات زیادی بوده در غرب و در شرق در جهان اسلام در ایران خیلی نوشتن این موضوع. ولی به هر حال ما میدونیم که از یه دوره‌ای از همون قرن اول کم و بیش نقل سند حدیث تا اندازه‌ای و بعد به خصوص از قرن دوم معمول شده و اینکه این سندها چگونه گسترش پیدا کرده خب خیلی محل تأمل و بحثه و اینکه آیا همه این سندهایی که بعداً نقل میشه در کتابها اینا واقعاً بازتابه یا در واقع آینه تمام نمای اون واقعیتی است که انجام شده یا نه، این چیزی است که هم ناقدین قدیم حدیث و هم محققین جدید بهش میپردازن. مسلماً بخشی از اینها در حقیقت به خصوص اونایی که توی قرن اول میخواد تا قرن اول خودشو پی بگیره از لحاظ کیفیتش و اینکه آیا این سند واقعا واقعی هست یا نیست خیلی محل سوالات زیادیه. در دوره امام صادق علیه السلام به خصوص ائمه شیعه خیلی تأکید داشتن بر تدوین حدیث، بر نوشتن حدیث خیلی تأکید داشتن و به همین دلیل اصحاب و شاگردان ائمه دفاتر حدیثی فراهم کردن که بعدها به اونها اصول میگفتن، عمده اونها رو به عنوان اصول میشناختن. حتی گفته شده که 400 اصل نوشته شده که اینها پایه های همین کتاب کافی کلینی بر اساس همین کتاب ها و متنای اولی است و با توجه به این که تدوین حدیث چنان که عرض کردم همزمان با تحول اندیشگی بود، یعنی تحول اون سپهر اندیشگی مسلمانان بود، آشنایی با علوم یونانی بود، همزمان شروع و ظهور علم کلام بود، دانش کلام، بحث‌های جدلی در زمینه مسائل اعتقادی، از اون طرف بحث‌های سیاسی، دعواهای سیاسی، نزاع‌های سیاسی درباره امامت، خلافت، درباره موضوعات مختلف و همچنین فقه، یعنی در واقع در اواخر قرن اول ما فقیهانی داشتیم و در قرن دوم در نیمه اول قرن دوم عملا امصار مختلف، یعنی مصرها اون مرکزهای اصلی شهرهای اسلامی مثل مدینه و مکه و بصره و کوفه و این شهرهای اصلی مراکز حتی خود مصر بعد از اون مراکز اصلی تولید فقه شد، یعنی نظریه پردازی های فقیهانه شد، فقه کم کم شکل گرفت. قبل از ابو حنیفه که فقیه اصلی اهل سنت هست فقهای بزرگی داشتن همون سنت غیر شیعی مثل ابن ابی لیلا، مثل ابراهیم نخعی و خیلی های دیگه.
در تشیع هم در سنت شیعی در همون کوفه و البته اصلش در مدینه بود با حضور امام باقر و امام صادق علیه السلام، ولی فقهای بزرگی خود شیعیان در کوفه داشتن. بنابراین همراه با نقل حدیث ما این تحول علوم هم داریم. بنابراین وقتی ما بحث حدیث میکنیم باید ببینیم نسبتش با علوم دیگه چیه، با علوم اسلامی که در طول تاریخ در حقیقت تمدن اسلامی به ویژه در اون دو قرن اول اینها رشد کرده. یک نوع دیالوگی بوده، یک نوع دیالکتیکس بین حدیث و تحول تاریخی این علوم که ما بازتاب هر کدوم در اون یکی میبینیم. یعنی فقه ما، حالا چه فقه سنی چه فقه شیعه فرق میکنه، بازتاب اون چیزی که در حدیثه و حدیث هم بازتاب اون چیزی که در فقه میگذشته. یعنی اگر یه فقیهی به قیاس عمل میکرده، گاهی دنبال این بوده که یه حدیثی هم نقل کنه که قیاس رو تایید میکنه. اگر یه محدثی حدیثی نقل میکرده و در این حال به قیاس معتقد بوده، سعی میکرده یه حدیثی نقل کنه که نشانی باشه از قیاس. خب سوالات و پرسش های فقهی کلامی خودشو در حدیث نشون میداد. یعنی حدیث بود یه ابزار تقریبا رسانه‌ای بود. اگر مباحث سیاسی بود تو حدیث بازتاب داشت، اگر تو مباحث علمی بود تو حدیث بازتاب داشت. بنابراین ما اگر بخوایم حدیث رو نقد کنیم، نقد تاریخی کنیم، باید ببینیم که در اون دو سه قرن اولی که زمان تولید حدیث هست چه اتفاقی افتاده، اینا رو دقیق بشناسیم. و اینجا اجازه بدید در پرانتزی که مسئله رو مطرح کنم و بعد برگردیم به مسئله تاریخچه نقد حدیث. ببینید ما وقتی که صحبت از مسئله تولید حدیث میکنیم، تولید حدیث مراحلی داشته. تولید حدیث فقط این نبوده که حدیثی ارائه میشده، حالا اون چیزی که از زبان پیامبر اکرم شنیده شده یا ائمه اطهار علیهم السلام یا نسبت داده شده، بلکه مراحل مختلفش، اون زمانی که حدیثی حفظ میشه، کتابت میشه و بعد تدوین میشه، انتخاب میشه و بعد تصنیف میشه، یعنی دستبندی میشه، موضوعش تعیین میشه، اینا همه مهمه برای هویت یه حدیث. یه حدیث فقط این نیست که متن شما داریم، اینکه در کدوم باب نقل شده خیلی مهمه، چون ذهنیت مخاطب رو، اون فقیه رو تعیین میکنه. مثلا حدیثی که در کافی نقل شده توی کدوم باب خیلی مهمه، کجای باب نقل شده حتی مهمه. مثلا در کلینی در ابوابش معمولا احادیثی که بهش بیشتر اعتماد داشته رو اول باب نقل میکنه و بعد احادیثی که ایشون اعتماد داشته منتها صریح نبوده در اون فتوایی که داشته یا یه تعارضی در بین بوده، اونا رو بعدا نقل میکنه توی همون باب، برای اینکه اون بابی که مطرح میکنه به یه معنا بازتاب اون فتواییست که داره میده. اینها در دوره مثلا حره عاملی که وسایل شیعه رو نوشته خیلی باز گسترده تر شده، عمیق تر شده. یعنی اگه مثلا یه فقیهی تو باب مربوطه حدیثی رو پیدا نکنه تو وسایل شیعه، شاید خیلی نتونه اون حدیث رو دیگه پیدا کنه تو ابواب دیگه، مگه اینکه خیلی در واقع حضور ذهن قوی داشته باشه و تمام ابواب فقه در زیر چشمش باشه.
که یه حدیث رو در یه مثلا در کتاب دیات استفاده کنه برای اینکه توی مثلا توی کتاب طهارت از اونجا اون حدیث رو بتونه ازش یک استنباط فقهی در بیاره. بنابراین تصنیف حدیث یعنی دستبندی های حدیث هم خیلی مهمه. اون از نقطه نظر یک کسی که کار تاریخی میکنه باید توجه داشته باشیم که یه حدیثی که نقل میشده این صافی های مختلفی داشته. خود اینکه یک حدیثی رو یه محدثی بیش توجه کنه به این حدیث و به اون حدیث دیگه توجه نکنه خودش مهمه. یعنی کسی که تاریخ کار تاریخ میکنه مهمه که چرا کلینی در کتاب کافی در فلان باب فلان حدیث رو نقل کرد ولی فلان حدیث رو نقل نکرد. اصولا همیشه بدونیم که اون چیزی که گفته میشه خیلی اهمیت داره ولی اون چیزی که گفته نمیشه هم خیلی اهمیت داره. یعنی برای کسی که کار تاریخی میکنه اون چیزی که گفته نشده هم خیلی مهمه، اون چیزی که روایت نشده هم خیلی مهمه، اون چیزی که ازش از کنارش سکوت گذاشتن خیلی مهمه، اون چیزی که به یه معنا مثلا سانسور شده خیلی مهمه. ببینید ما در واقع حدیث قدیر، مثلا حدیث قدیر یه حدیثی است که در قرن هشتم ذهبی که از اعلام بزرگ اهل سنت هست رساله ای داره و در اون رساله در حقیقت اومده و طرق حدیث قدیر رو که از پیغمبر نقل شده به طرق سنی نقل کرده. اینا رو هم از خودش که در نیمورده، تمام اینا اجزای حدیثی بوده که در اختیارش بوده و گفته مثلا این حدیث ها رو طبری، کی ابن عقده و خیلی دیگه نقل کردن و خیلی از این اجزا هم دور از بین رفته ولی دست ذهبی بوده، بعضی هم هست البته. ولی شما همون احادیث رو میبینید که تو کتاب های صحاح و یا خیلی از مسانید اصلی اهل سنت نقل نشده، با اینکه احادیث دیگه‌ای به مراتب غیر مشهورتر نقل شده، با اینکه حدیث قدیر رو واقعا جزء احادیثی است که تقریبا درش تردیدی نیست که محدثین اهل سنت نقل میکردن و طرق بسیار زیادی داشته، خیلی طریق های در کتاب و در اجزای حدیثی نقل شده. ذهبی هم به همون اشاره میکنه و نقل میکنه ولی نقل نکردن. خب معلوم است که چرا یه حدیثی رو نقل نمیکردن یا یه حدیثی رو نقل میکردن. بنابراین اینها مهمه، یعنی نقل و عدم نقل مهمه. بنابراین این که ما میگیم تولید حدیث، منظور ما از تولید حدیث فقط به در واقع پیدایش اون لفظ حدیث نیست، بلکه اون مراحل مختلفی که تا یه حدیث میاد و در حقیقت هویت خودشو پیدا میکنه توی یه کتابی و یک تیتری میخوره، مثلا میگن این حدیث حدیث صحیحه یا حدیث موثقی است. این مراحلی داشته، اینجور نبوده که انتخاب احادیث، حتی گاهی یه حدیث یه تکش فقط نقل میشده، همه‌شو نقل نمیکردن و گاهی خود این مسئله درست میکنه در برای استنباطات فقهی حتی از دیدگاه فقها و معمولا فقها به این مسئله توجه دارن. من یه نکته یک مثال دیگر میگم، خود مرحوم آیت الله بروجردی که از شیوه های بسیار مهمی که داشته و این نشون میده عمق دیدگاه تاریخی و فهم تاریخی اون مرحوم رو نشون میده، این بوده که ایشون میفرمودن که یه حدیث گاهی وقت شما 5 تا حدیث توی کتاب های حدیثیمون میبینید لفظش با هم فرق میکنه ولی وقتی شما بررسی میکنید این همه یه حدیثه، یه حدیثه تو 5 روایت اومده و گاهی ما اینو 5 حدیث فرض میکنیم. این در بحث تعارض اخبار، در بحث حجیت، در مباحث فقهی خیلی مهمه، اما از دیدگاه یک مورخ هم خیلی مهمه. گاهی شما یه حدیث میبینید که ورژن های مختلفی داره، چرا؟ بنابراین نقادی حدیث از دیدگاه کسی که کار تاریخی میکنه پرداختن به همه این مسائله. چرا یه حدیثی ورژن های مختلف پیدا کرده؟ گاهی یه لفظی کلمه توش تغییر میکنه. من یه نمونه رو دیشب داشتم نگاه میکردم که امروز خدمتتون باشم.
تو کتاب الرجال کشی دیدم که یه چیز خیلی جالبی رو دیدم. البته این میتونه تعریف نسخه‌ای باشه، این هم خودش یه چیزیست دیگه. مثلا شما وقتی میگید نقل حدیث، باید ببینیم که نقل حدیث، البته نقل شفاهی داشته و نقل مکتوب. یک دلیل این که ما نقل شفاهی رو همزمان با نقل مکتوب تو تاریخ حدیث داریم اینه که وقتی اینا رو می نوشتن روی نسخه ها، اگه فقط میخواستن اینا رو روی نسخه ها رو هم دیگه کتابت کنن، چون صنعت چاپ که نبود، بعد از یک دو نسل میشد این کتاب قابل خوندن نبود، برای اینکه به قدری غلط توش راه پیدا میکرد. کاتبانی که کتاب می نوشتن گاهی آدمای کم سوادی بودن، گاهی نقاشی میکردن، یعنی اون متن نسخه رو میذاشتن جلوشون نقاشی میکردن. به همین دلیل معمولا گاهی مشکلات اضافه میکردن، گاهی خود این کار بهتر از این بود که کسی کاتب خیلی باسواد باشه، یه ترکیب بود می بود. برای اینکه اگه خیلی هم باسواد بود، گاهی اوقات تو چیزی که نقل میکرد میدید مثلا یه کلمه ایست خیلی کلمه جالبی نیست، عوضش میکرد یه کلمه جانشین میذاشت که مثلا بهتر قابل فهم باشه. حالا فقط تو متون حدیثی عرضه میکنم، کتابای دیگه هم همینطوره. بنابراین گاهی اگه نقاشی میکرد بهتر بود تا اینکه مثلا این همونو فقط کلمه رو میورد تا اینکه بیاد مثلا اعمال نظرم بکنه. عرض میکنم ترکیبی از اینها مهمه دیگه. بنابراین یکی از راه‌های جلوگیری از این قضیه این بود که میگفتن بعد از اینکه یک متن نوشته میشه باید با استاد بخونیمش، بریم اون متن رو بخونیم و اون نسخه خودمون رو که رفتیم از بازار وراق خریدیم یا خودمون کتابت کردیم با نسخه اصلی که دست مؤلف بود یا دست راوی یا از مؤلف بود مقابله کنیم، جاها رو اصلاح کنیم. شما اگه نسخه خطی کار کرده باشید ببینید خیلی جاها اصلاح نسخه در حاشیه نسخه هست، یا حتی مثلا گاهی اوقات می‌نویسن نسخه بدل برای اینکه در نسخه دیگه اینجوریه. بنابراین سنت شفاهی لازم بود در کنار سنت مکتوب. خب کاتب‌ها گاهی دست می‌بردن، گاهی اشتباه می‌کردن، و این فقط مربوط نسخه های متأخر و نسخه هایی که امروز دست ما هست نیست، از قرن دوم هم مشکل بوده. یعنی از قرن دوم هم می‌فهمیدن که وقتی یه چیزی رو یه 10 تا حدیث رو توی جزئی می‌نویسن و توی صحیفه می‌نویسن، این اگه دست یکی دیگه بیفته و بخواد از روش بنویسه، خب خیلی اغلاق توش میاد. تازه فقط مشکلی نبود، مشکل زبان عربی و این منظور خط عربی هم بود. خط عربی خودش تحولاتی داشته، یعنی از اون قرن اول خط عربی میدونیم تحولاتی داشته، خط که بعداً در مثلا خط نسخ کوفی هست و بعدش نسخ که در سری چهارم بود، اینا بعد از تحولات زیادی در تاریخ خط عربی بود و خب از لحاظ تنقید نقطه داشته باشه نداشته باشه، از لحاظ اعراب ها، از لحاظ نحوه نگارش، اصولا خیلی تصحیف هایی و تحریف هایی در متون می رفت. به همین دلیل محدثین از همون قرن های اول یه کتاب هایی می نوشتن تحت عنوان کتاب تصحیف و تحریف، چند نمونه داریم. می بودن می گفتن که در فلان متن حدیثی کجاش اینجا یه تصحیفی صورت گرفته، یه تصحیفی که خیلی هم نقل شده، همه دارن نقلش میکنه ولی این تصحیفه، این اشکال داره، اصلش این بوده. خب گاهی کاتبان غیر عرب بودن، به زبان عربی کاملا آشنا نبودن، گاهی متنای حدیثی نوشته میشد میرفت مثلا در شهرهای دور، در خراسان بزرگ، در جاهای دیگه. اشخاصی که ناره مینوشتن در حقیقت کسانی بودن که عربی زبان مادریشون نبود ببخشید، و بنابراین تحریف و تصحیف می‌رفت تو کتاب‌های حدیثی و تو اجزای حدیثی که نوشته می‌شد. و این تصحیف‌ها و تحریفات گاهی تو نسخه‌های چاپی که امروز هم هست هست دیگه، چون باستا به همون هست. مثلا در کتاب رجال کشی که من یه نمونه دیدم که در مورد هشام ابن ابراهیم عباسی میگه، عیاشی میگه من از حسین ابن اشکی پرسیدم در مورد او که آیا شیعه بود نبود چی بود، میگه که نه او شیعه بود ولی چون اینا عباسی ها دنبالش بودن این وردوش فکتب و کتب و زیدیه و کتب آیات امامت العباس. خب اینجا معلوم تحریفه، برای اینکه اگه کسی تاریخ اندیشه رو بدونه میدونه که اگه بحثی عباسی ها بخوان دنبالی کسی باشن
اون بخواد پنهان کاری کنه و تقیه کنه و مثلا جور دیگه خودشو نشون بده، نمیاد که کتب زیدیه رو بنویسه، که زیدیه هم خودشون دشمنان عباسی ها بودن. این در واقع کتب زیدیه نیست، کتب روندیه است، یعنی یا در واقع راوندیه بوده که به صورت روندیه هم ضبط شده. راوندیه یا روندیه که منظور کسانی هستند که اعتقادات شیعه عباسی داشتند، یعنی کسانی بودند که شیعیانی بودند که عباسی بودند، یعنی معتقد بودند که بعد از پیغمبر وصیت، حالا چه مستقیم چه به شکلی از حضرت امیر، به عباسی ها رسیده. حالا گاهی خود عباس رو مطرح میکردن که عموی پیغمبر بود، گاهی از طریق برخی از نوادگان عباس امامت رو از آل علی میگفتن منتقل شده به آل عباس. و اینجا که میگه که راوندیه یه همچین اعتقاداتی داشتن و میگه و کتب آیات امامت العباس، همین اینجا آیات باید اثبات باشه. و توی محقق محترم یعنی مرحوم آقای مصطفی رحمت الله علیه در حاشیه نوشته که در هر دو رو به عنوان نسخه بدل گذاشته، در حالی که معلومه که این تحریف دیگه، یعنی یک نوع تصحیفی در کلام کلام عیاشی اومده، ابو نظر عیاشی. آیات یعنی اثبات، کتب آیات امامت العباس که معنی نداره، کتب اثبات امامت العباس. خب یه کسی که فقیهه اگر که بخواد استنباط فقهی کنه از یه حدیث و یه نوع تحریفی تصحیفی تو متن حدیث باشه، مگه میتونه استنباط درست بکنه؟ این مطلب فقط مربوط به امروز نیست، تو قرن دوم هم همینطور بوده، تو قرن سوم هم همینطور بوده. بنابراین علوم حدیث همجوری اثر تفنن و اثر بیکاری اشخاص نبوده که درست شده، که یعنی زمینه‌ای داشته، نیازی بوده. در حقیقت اگه کسی میمد تصحیف و تحریف می‌نوشت، ناظر به این بود. اگه کسی میمد علل حدیث رو می‌نوشت، بیماری های حدیث، یعنی جاهایی که مشکلاتی تو حدیث اومده، حالا تو سند چه تر مد بودن علل حدیث. یا اگر که کسی میمد غریب حدیث مینوشت، ولی اینکه الفاظی که تو حدیث هست گاهی اوقات معناش مفهوم نبود، میمد غریب الحدیث مینوشت. یا خیلی چیز دیگه، مثلا بحث های کتاب رجالی که نوشته شده. کتب رجال در واقع اینجوری بود که ضرورت نوشتنش پیدا شد که بیاییم و بررسی کنیم روات سند احادیث رو که اینا کیا هستن، چه کسانی هستن. عرض کردم مسئله برمیگشت به این نوع تحولی که در اندیشه بود، تاریخ اندیشه بود. این راویان حدیث که آدم‌های مثلا رایانه و آدمای کامپیوتری که نبودن که مثلا بگیم که خب حالا مثلا نمیدونی محتواش چی، همجوری چیزی رو ضبط میکنه و بعد منتقل میکنه، نه، اینا خودشون علایقی داشتن، یکی شیعه بود، یکی سنی بود، یکی مرجی بود، یکی جهمی بود، یکی معتزلی بود، یکی خارجی بود، یکی فقیه بود، یکی متکلم بود، یکی متکلمی بود که به علوم یونانی علاقه داشت، در این حال حدیث هم نقل میکرد. فرق میکنه حدیثی که نقل میکنه با اون کسی که مثلا علوم یونانی رو اصلا علوم زندقه میدونست، تعبیر اون کسی که گفت که کسی که من منطقه تزندقه، به اصطلاح کسی که منطق به سراغ منطق زندیق شده یا تصندوق داره میکنه. خب این آدمی که اون محدث حدیثی که نقل میکنه با حدیثی که یه آدمی که علاقه من به منطق هست بود، طبعا فرق میکنه. اینکه چه حدیث رو انتخاب کنه، چگونه روایت کنه. حالا مسئله اینجا مسئله جعل حدیث مطرح شد دیگه، وضع بهش میگن، وضع حدیث. حالا وضع حدیث یا جعل حدیث همیشه متن حدیث هم نبود، گاهی دست بردن تو یه جای متن حدیث بود، گاهی یه سطر اضافه میکردن، گاهی یه سطر رو کم میکردن، گاهی تو سند دست میبردن. متن مشکل نداشت، سند حدیث رو درست میکردن. مثلا یکی از محدثین رو میگن که این همیشه دو تا دفتر داشت، خیلی شیرینه، یه دفتری داشت فقط سندا توش بود، یه دفتر داشت متن بود. هر وقت هر مجلسی میرفت برای حدیث،
گاهی یه دونه از اون متنا رو برمی‌داشت با یه دونه سنده که تو اون یکی دفتر دیگه بود تلفیق می‌کرد، مثلا میگفت حدثنا کی کی کی، بعد یه متن از همون مجموعه که تو داشت از اونجا برمی‌داشت و می‌ذاشت می‌چسبون به ته اون سند. خب یعنی این که هیچ ملاکی نداشت دیگه، سند با یه سندی انتخاب می‌کرد از خورجینش، یه متن از خورجین دیگه‌اش و اینا رو به هم تلفیق می‌کرد. خب محدث حرفه‌ای رجالی، اونی که بهش میگن ناقد، اصطلاحی که در قدیم بودم هست همینه، میگن ناقد. ناقد حدیث مثل مثلا دارقطنی در سنت اهل سنت، در سنت شیعی کسایی مثل ابن قزایری مثلا، خود نجاشی، یا کسانی قبل از اینها مثل ابن ولید قمی، یونس ابن عبدالرحمن، اینها کسانی بودن که میفهمیدن که این حدیث حدیثی است که یا سندش مشکل داره یا تو متن اشکال هست. بنابراین وقتی ما بحث وضع حدیث یا جعل حدیث میکنیم، فقط ناظر به این نیستش که حالا کلان یه حدیثی رو مثلا جعل کنن و نقل کنن، نه، گاهی دست میبردن، یه جوری تدلیس، حتی تدلیس هم میتونه نوعی از جعل باشه. گرچه وقتی محدثین میگن وضع حدیث، منظورشون ساختن یه حدیثه، گاهی کسی مدلسه ولی واضع حدیث نیست، یعنی وضع نمیکنه که جعل کلی بکنه بلکه تدلیس میکنه. مثلا ببینید، من به نوع نمونه عرض میکنم، یعنی که اینا رو نمیشه همه رو به تفصیل بحث کرد. کسی که میرفت سر کلاس درس حدیث، مجلس حدیث، اون محدثی که نشسته بود درس میداد، خب حدیث رو میخوند، شاگردان اینها رو میشنیدن، وقتی میشنیدن بهش میگفتن سماع حدیث. یعنی من مثلا میمدم خدمت در مجلس درس، فرض کنید که محدث برجسته مثل حسین ابن عبیدالله غزائری، پدر این صاحب رجالی که حالا میخواییم تکایتشو بخونیم بحث کنیم، در بغداد او حدیثی نقل میکرد و من میشنیدم، این سماع حدیث بود. گاهی اوقات اون میگفت که مثلا این کتابی که من دارم نقل میخونم بر شما فلان کتابه، و اون شاگرد هم کتاب دستش بود، منتها کتابو که نگاه میکرد ولی سماع هم میکرد، یعنی گوشش به دهان استاد بود، سماع حدیث بود. حالا گاهی اوقات نه، مثلا خود شاگرد میخوند از رو، استاد میشنید و تایید میکرد که این درسته یا نه. گاهی استاد هم از حافظش، گاهی هم معمولا از رو متنی خودش داشت، اون میخون، یکی هم میشنید، بعد میگفت درسته، اینجور مقابله. اینو بهش میگفتن که اگه میخوند میگفتن قرائت، یعنی من خوندم استاد شنید. حالا این اگه توأم بود با به اصطلاح عرض و مقابله، این هم گواهی میشد که مثلا این عرض شده بر استاد. گاهی هم شیوه های دیگه ای بود، یعنی ما وقتی میگن محدثین حدثنا، یا میگن اخبرنا، یا میگن اجازنا، اینا تعابیر مختلفی است ناظر به نوع تلقی حدیث، نوع انتقال حدیث، خیلی مهمه. بنابراین شما نمیتونید هم به جای حدثنا اخبرنا بذارید علکی، یا من به جای اخبرنا حدثنا بذارید. ولی یه چیز مهمتر که داشتم عرض میکنم این بود که اگر شما تو مجلسی باشید، ده نفر نشستن، محدثی که داره حدیث میگه و حدیث رو داره نقل میکنه، شما حق نداری بگی حدثنی، چون شما تنها نبودی، این نفر ده نفر دیگه هم بودن، او محدث هم برای شما حدیث نقل میکرد، برای مجلس هم نقل میکرد، شما جواب بگید حدثنا، حدثنی نبود بگید. و حالا تدلیس چی بود؟ تدلیس همینا بود، شما مخاطب حدیث نبودی، بگه حدثنی به جای حدثنا. یا نه، استاد یه آدمی بود خیلی خوشنام نبود، به جای اینکه اسم کاملشو بگی مثلا یه شهرت دیگه هم داشته، یا مثلا اسم دیگه هم داشته، یا اسمشو میگفتی، به جای اینکه اسم پدرشو بگی اسم مثلا پدر بزرگشو میگفتی، مثلا میخواستی بگی که یکی اگه اسمش بود مثلا احمد ابن محمد ابن علی ابن مثلا مهران، فرض کن حالا یه اسم، به جایی که بگید احمد ابن محمد ابن علی ابن مهران، بگید احمد ابن مهران مثلا. اینجا یعنی چی؟ یعنی تدلیس کردید.
یه نوعی از تدلیس این، مگر اینکه اون شخص شهرت داشت به اون، مثلا به نسبتاً ابجد مشهور بود. ولی اگر شما برای این دارید اینجوری میکنید که معلوم نشه کی بود، چون اگه شما بگید کی بود، ایده دیگه میگن آقا ما تو مجلس بودیم، به تو مجالس اون شخص بودیم، هم چیزی ازش نشنیدیم، چون اصول او در اختیار بقیه بود، اصول روایش. میتونستن بگن که این اونی نیست که ما شنیدیم. بنابراین راهش این بود که اسمو یه کمی تغییر میدادن که کسی نتونه بشنوه. حتی گاهی اوقات میمدن برای اینکه مثلا شما از یه نفری خودت مستقیم نشنیدی، از یه واسطه شنیدی، ولی واسطه رو مینداختن. این تدلیس دیگه، یه جور از انواع در واقع جعل حدیث و دست بردن توی سند حدیث هست. آقای دکتر ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، ما 5 دقیقه دیگه وقت داریم تا برسیم به بخش پرسش و پاسخ. بسیار بله. خب با توجه به اینکه وقت ما کمه، من فکر میکنم که ما ناچاریم که جلسه دیگر رو هم باز بحث کنیم در رابطه با تاریخچه نقد حدیث. البته خوبم هست برای این که یه مقدار از بحثایی که توی متن خانی خواهیم داشت کمتر میشه، هرچی این طرف توضیح بیشتر بدیم اون وقت کمتر میشه و بیشتر به خود کلمات خواهیم پرداخت. به هر حال این مسئله تاریخ نقد حدیث بنابراین وابسته است و خیلی موضوع مرتبطی است با فهم ما از تاریخ کتابت حدیث. ما نمیتونیم نقد حدیث کنیم بدون اینکه تاریخ کتابت حدیث رو بفهمیم. اینجاست که میخوام عرض کنم که شیوه های سنتی نقد حدیث امروز دیگه کاملا کارایی نداره. چرا؟ برای اینکه محدثین قرن 4 و 5 وقتی نقد حدیث میکردن، اینا متن‌های اصلی دستشون بود خیلیاش. بنابراین میدونستن وقتی یه فقیهی میگفت این حدیث مشهوریه، میدونست که این حدیث در کجاها نقل شده، یعنی در واقع گواهی او گواهی مهمیه. او آشنا بود، از نزدیک دیده بود، متون در اختیارشون بود، آدم ها رو میشناختن. امروزه نقد حدیث بدون شناخت دقیقی از تاریخ نقل حدیث، یعنی نقد حدیث بدون آشنایی با تاریخ نقل حدیث امکان نداره. تاریخ نقل حدیث بدون آشنایی با تاریخ تفکر دینی اصلا امکان نداره. چون شما تا ندونید که مثلا کسی اگه گفتن مرجی بود، جهمی بود، فتحی بود، واقفی بود، معناش چیه؟ یعنی چه چیزی؟ نمیتونید بگید که من در نقد روایتی که او نقل کرده کاملا میتونم دقیق باشم. شیوه های نقادی سنتی اگر در زمان خودش کارایی داشت، که البته کارایی کاملی نداشت، امروزه کارایش بسیار ضعیفتر شده. یعنی ما نیاز داریم، حتی یک فقیه نیاز داریم به بحث تاریخی. همون که عرض کردم مرحوم آیت الله بروجردی این کارو میکرد. یعنی باید ببینیم که یه حدیث راویش اگر میخواییم نقد کنیم بدون شناخت تاریخ تفکر امکان پذیر نیست. چون اگه تاریخ تفکر رو ندونیم، تاریخ نقل حدیث رو هم نمیدونیم. اگه تاریخ علوم رو ندونیم، اگه ندونیم فقه چگونه نوشته شده در قرن دوم، یا مثلا مباحث مربوط به قیاس و استحسان و رأی و اجتهاد و مباحث مربوط به اصول و اینها چگونه تدوین شده، چگونه بحث شده، نمیتونیم بفهمیم که چه احادیثی در ارتباط به اونها جعل شده، وضع شده. بسیار از احادیث هست ساخته میشد برای تأیید یک فکری، یک گروهی، یک اعتقادی. شما تا ندونید اعتقاد اونها چیه که نمیتونید استفاده کنید. حتی برای کتاب‌های رجالی که ما امروز داریم، مثلا رجال کشی رو حالا من دفعه بعد انشاءالله دو سه تا نمونه رو عرض می‌کنم خدمتتون می‌خونم. اگه شما ندونید که
در واقع کشی وقتی روایتی نقل میکنه محتواشو که میتونه ناظر به جرح یه راوی باشه، مثلا میگیم فلان راوی ضعیفه، ولی اگه شما ندونید که این داستانی که داره نقل میکنه دعوا سر چی بوده، نزاعها بر سر چی بوده، نمیتونید بتونید تشخیص بدید که آیا واقعا این نقد جرح یا نه، اصلا میشه باورش کرد یا نه. خب من دفعه بعد انشالله عرض خواهم کرد که بسیار از این روایت هایی که در کتاب کشی هست رو که به عنوان گواه برای جرح و تضعیف و یا توثیق اشخاص هست رو کیا نقل کردن؟ کسایی که خودشون طرف ماجرا بودن، یه طرف ماجرا بودن. یعنی وقتی که یه کسی که غالی هست یه حدیثی نقل کنه بر علیه هشام ابن حکم، خب معلومی نمیشه اعتماد کرد، برای که اون میدونسته که در یه طیفی است که مخالف طیف هشام ابن حکم، یه چیزی نقل میکنه که او رو تضعیف کنه. بنابراین من باید بدونم که عقاید هشام ابن حکم دقیقاً چی بود، عقاید طیف مقابلش چی بود، تا بعد اگه این داره نقد میکنه آیا من میتونم به این نقلش اعتماد کنم که داره نقد میکنه هشام ابن حکم یا نه. بنابراین نقد حدیث در ارتباط با دو تا فاکتور دیگه است، دو تا عنصر دیگه است، یکی تاریخ نقل حدیث، چگونه حدیث نقل شده تا به امروز رسیده، دوم تاریخ علوم، تاریخ تحول اندیشه که در ارتباط با تاریخ علوم اسلامی هست، فقه، اصول، کلام، همه اینا در ارتباط با هم دیگه. شما باید عقاید فرق رو بشناسید تا بتونید از کتاب رجال کشی استفاده کنید، بدون نمیتونید استفاده کنید. بنابراین نقد حدیث و مثل در واقع یه جور میخوام بگم مثل مادر علوم مرتبط با نقد، نقد تاریخی در حوزه تمدن اسلامی میشه. یعنی اینایی که ناقد حدیث بودن، اینا حدیث رو میشناختن، سندش رو میشناختن، طبقات روات رو میشناختن، عقاید رو باید میشناختن، منتها شناخت اونا به درد خودشون میخورد. شناخت ما امروز، ما شناخت خودمون رو میخواییم. شما تاریخ رو میتونیم هر روز با قرائت تازه تری، با سندهای تازه تری بشناسیم. بنابراین فرض کنید که محدثی که نقد حدیث میکرد میدونست که طبقات رجال مثلا چگونه است. ما اگه ندونیم که کی از کی روایت میکنه، طبقات رجال رو ندونیم، یه محدث حرفه‌ای وقتی یه کتاب حدیث جلوش میذارن میفهمه که سند حدیث توش افتادگی داره یا نداره. برای اینکه گاهی اوقات مثلا طرف داره میگه کلینی عدت من اصحابنا، بعد میگه که فرض کنید که ان احمد ابن محمد ابن خالد، بعد از اون یکی رو میندازه، بعد یهو مثلا میره تا فرض کنید زراره، یکی دو تا رو میندازه این وسط. خب محدثی که ناقده باید بدونه طبقات رجال رو، برای دانستن اون باید تاریخ رو بدونه دیگه، باید بدونه که آدم تا کی زندگی کرده، میتونسته اصلا از امام رضا روایت کنه یا نه. مثلا فضل ابن شازان گفتن که راوی بود از امام رضا علیه السلام. خب آدم های محقق میدونن که چنین نبوده، یعنی او روایت نکرده از حضرت. میگه گاهی تعبیری که توی کتاب ها میشده درست فهمیده نمیشده و بعد یک اشتباهی تکرار میشده. بنابراین نقد حدیث حتی در گذشته در سنت لازمش آشنایی عمیقی با همه اینها بود. امروز که به مراتب بیشتره، برای اینکه ما گاهی منابع اصلی از دست رفته، گاهی وسط نزاع، ما الان تو همین امروز نشستیم در خدمت شما، دعوای دوره مشروطه رو بعضی اوقات نمیفهمیم که فلانی با فلانی دعواش دقیقاً سر چی بوده. نزاعها رو پشت پرده های نزاعهای سیاسی رو گاهی نمیفهمیم. تو ما رو بگید 10 سال 20 سال 30 سال پیش هم کنیم عاجزیم از فهمش، مگه اینکه کار کنیم، تحقیق کنیم، بررسی کنیم. که مثلا در دوره مشروطه فرض کنید که فلانی به فلان کسی نامه نوشته، تو نامش اشاره ای داره، اشاره من ناظر به چیه؟ معلومه که مربوط به 1000 سال 1200 سال پیش رو کمتر میدونیم، ولی با توجه به اینکه
شیوه های نقادی تاریخی دقیق تری داریم، آشناییمون عمیق تر هست نسبت به تحول اندیشه، ولی اینکه منابعی که در اختیار ما هست 1000 سال پیش شاید در اختیار خیلی ها نبوده. ما امروز خیلی راحت یه نویسنده‌ای داره روی ملل و نهل کار میکنه، میتونه 50 تا کتاب ملل و نهل رو یک جا جمع کنه جلوی خودش بذاره، ولی نویسنده‌ای که مال قرن ششم بود وقتی میخواست ملل و نهل بنویسه شاید 2 تا کتاب دستش بود. کتاب ها که در اختیار همه نبود. بنابراین یه چیز پیچیده دوگانه است. در عین حال که اون قدمای ما متونی داشتن که در اختیار ما نیست و شناخت هایی دارن که ما نداریم، در عین حال ما یه چیزای اطلاعاتی داریم، دسترسی هایی داریم که گاهی برای حتی کسی در 1000 سال پیش در دسترس نبوده به راحتی. بنابراین ما کلام آخرین که نقد حدیث نقد تاریخیه، اون چیزی که ما مد نظر داریم. و من انشاءالله در جلسه آینده نخست مقداری از رجال کشی رو میخونم و بعد نشون میدم که چرا اساساً بحث های رجالی شروع شد، یه مقدار از نزاع هایی که در قرن دوم و سوم بوده رو بحث میکنم به شرط حیات انشاءالله، و بعد یک مقداری از مکاتب رجالی صحبت خواهیم کرد و ویژگی هایی به ویژه رجال کشی که مهمه برای بحث های ما، و بعد انشاءالله امیدوارم که در جلسه دیگه بتونیم از مقداری هم اواخر جلسه یکی دو خط از نکات مهم رجال قضایی ابن قضایی رو شروع کنیم بخوندن.